داستان رقابت گروهی 456 نفری تو سلسله‌ای از چالش‌های مرگبار برای بردن یه پور قلمبه به تازه‌ترین سریال وایرال شده نتفلیکس در دنیا بدل شده. تعجبی هم نداره، تو بازی مرکب همه چی پیدا میشه. هیجان ذاتی رقابت‌های بتل رویال، مرگ‌های خشن، دوراهی‌های اخلاقی و تویست‌های غافلگیرکننده. اما یکی دیگه از عناصر معرف این سریال توجه وسواس‌گونه‌اش به جزئیاته. در سراسر سریال جزئیات نامحسوسی پراکنده شدن که اتفاقات آینده رو زمینه چینی میکنن و ما اینجا با این ویدیو قصد داریم برخی از باحالترین هاشون رو مرور کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم، لطفاً یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوبونو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. آیا میدونستین بازی کننده ها تو سریال بازی مرکب اگه فقط کمی بیشتر به دور اطرافشون دقت میکردن میتونستن از قبل از ماهیت بازی های رقابت خبردار بشن؟ شرکت کننده ها در بین هر مرحله توی سوله بزرگ پر از تخت خواب های چند طبقه قرار میگرفتن و گرچه این مکان در ظاهر چیزی بیش از یه خوابگاه به نظر نمیرسه، اما اگه به دیوارها توجه کنین میشه دید که نشونه های مهمی روشون نقاشی شده. همین که تخت خواب‌ها به تدریج بیرون برده میشن، معلوم میشه نقاشی های روی دیوار در واقع تصویرگر همه بازی هایی که شرکت کننده ها در طول تورنمنت بازی میکنن هستن. اولی چراغ سبز چراغ قرمز، دومی بازی شیرینی شکریه، سومی تناب کشیه، چهارمی تیله بازیه، پنجمی بازی پل شیشه‌ایه و آخری هم خود بازی مرکبه. اما این تازه فقط یکی از جزئیات نامحسوس پرتعداد بازی مرکبه که درست جلوی چشم بینندگان سریال مخفی شده بودن. در پایان سریال متوجه میشیم همه چیز در تمام مدت زیر سر ایلنام، همون پیرمرد بظاهر بیازار بوده که این بازی‌های سادیستی رو به عنوان راه حلی برای زندگی ملال‌آور خودش و رفقای ثروتمندش ابدا کرده بوده. این غافلگیری اما همینطوری از رو هوا اتفاق نمیفته، بلکه در طول سریال سرنخ‌های متعددی وجود داشتن که به هویت واقعی پیرمرد اشاره می‌کردن. سرنخ اول اینه که ایلنام بازیکن شماره 1، به بیان دیگه ایلنام در قامت مؤسس و کنترل کننده ناشناس بازی ها که همه ازش دستور میگیرند حکم شخص شماره 1 این تشکیلات رو داشته. سرنخ دوم در پوستر سریال پیدا میشه. به چهره بازیکن ها توجه کنین، برخلاف بقیه بازیکن ها که یا مضطرب هستن یا برای بردن مسابقه مصمم به نظر میرسن، پیرمرد مشغول لبخند زدنه. اکنون با توجه به نحوه پایان بندی سریال میدونیم که نیشخندش که به وسیله نحوه نورپردازی صورتش حالتی شرورانه و روان پریشانه بهش بخشیده، به این حقیقت اشاره میکنه که پیرمرد تنها کسیه که بدون اینکه نگران به خطر افتادن جونش باشه میخواد از بازی کردن لذت ببره. اصلا خود بازی ها بزرگترین افشا کننده ها هستن. پیرمرد در طول سریال میگه همه این بازی ها رو در کودکی تجربه کرده. اکنون با استناد به پایان بندی سریال مشخصه که خود پیرمرد بازی ها رو انتخاب کرده. تک تکشون بازی هایی هستن که نه تنها اونا رو میشناسه، بلکه مهارت ویژه‌ای در بازی کردنشون داره. مثلا تو بازی اول در حالی که همه از ترس جونشون سر جاشون خشکشون زده، پیرمرد با آسودگی عجیبی به شکلی که انگار متن آهنگ رو از قبل حفظ کرده بدون اینکه تحت تاثیر خشونت اطرافش قرار بگیره، درست سر موقع از حرکت میسته و دوباره شروع به حرکت میکنه. پیرمرد تو بازی دوم شکل ستاره رو انتخاب میکنه که با وجود خطوط کوتاه‌ترش در کنار مثلث آسون‌ترین شکل‌های بازی حساب میشن. همچنین اون به محض اینکه میشنوه گیهون، شکل چتر رو انتخاب میکنه، با آگاهی از انتخاب اشتباهش به طرز تابلوی نگران دوستش میشه. نه تنها استراتژی بی‌نقص ایلنام در بازی تناب کچوب پیروزی اونا در برابر یه تیم مراتب قوی‌تر منجر میشه، بلکه تو مرحله تیله بازی هم پیرمرد تحت تاثیر ماکت محل برگزاری بازی قرار میگیره. گرچه در ابتدا ما خاطر گویی های ایلنام از مواجهه با این محله رو به پای پرت و پلا گویی های ذهن مریضه پیرمرد مبتلا به فراموشی مینویسیم، اما حالا با استناد به پایان بندی سریال میدونیم که مرحله تیله بازی حکم بازسازی دقیق محل زندگی دوران جوانی پیرمرد رو داشته. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا ایلنام با وجود اینکه میتونست حریفش رو تو تیله بازی شکست بده، تصمیم گرفت از اینجا به بعد از مسابقه کناره گیری کنه؟ خب چون بازی بعدی مرحله پل شیشه‌ایه و این مرحله با اختلاف غیر قابل پیش بینی ترین رقابت مسابقه است. از اونجایی که بازیکن ها تو این مرحله همدیگر رو برای امتحان کردن شیشه ها هول میدادن، احتمالاً پیرمرد نمیتونسته چنین ریسک بزرگی رو قبول کنه. نکته بعدی رو تو اپیزود پنجم پیدا میکنیم. تو این اپیزود مأمور پلیس به امید یافتن سرنخی از برادر گمشدش به اتاق بایگانی شرکت نفوذ میکنه و پرونده ها رو بررسی میکنه. اولین پرونده به بازی مرکبی که تو سال 1999
برگزار شده بود تعلق داره. وقتی اون پرونده رو باز میکنه میتونیم ببینیم که صفحه اول پرونده به اطلاعات بازیکن شماره 1 اختصاص داره که خب با اخجور در میاد. اما وقتی مامور پلیس پرونده سال 2020 رو باز میکنه، اطلاعات بازیکن به جای بازیکن شماره 1 از بازیکن شماره 2 آغاز میشه، از اونجایی که پیرمرد برگزار کننده بازی است و با انگیزه لذت بردن از بازی ها، نه بردن جایزه به مسابقه پیوسته دیر دستنش، دلیلی برای جمع‌آوری و بایگانی کردن اطلاعات شخصی رئیسشون نداشتن. سرنخ بعدی تو اپیزود 4 وجود داره. بازیکن‌ها تو خوابگاه با آواز خاموشی به قصد کش به جون هم می‌افتن. در تمام این مدت نه تنها پیرمرد در مرتفع‌ترین نقطه خوابگاه دور از چشم آدم‌کش مخفی میشه، بلکه نگهبانان کشتار رو بلافاصله در واکنش به التماس‌های پیرمرد متوقف می‌کنند. بار اول اینطور به نظر میاد که شخصیت فرمانده دلش بالا پیرمرد سوخته یا شاید فکر می‌کنه دیگه کشتار کافیه، اما در بازبینی سر مشخص میگه پیرمرد به طور غیر مستقیم داره از فرمانده می‌خواد کشتار رو متوقف کنه و اون هم برخلاف دیگر قربانیانی که به التماسشون بی‌اعتنایی کرده بود بیدرنگ از رئیسش اطاعت میکنه. سرنخ بعدی تو اپیزود 2 پیدا میشه. در اوایل این اپیزود بازیکن‌ها درخواست رأی‌گیری میکنن و مسئول برگزاری موافقت میکنه و میگه رأی‌گیری به ترتیب معکوس عددهای نوشته شده روی سینه‌تون انجام میشه. این کار بار اول تصمیم عجیبی به نظر میاد. آخه چرا به ترتیب معکوس؟ اما در بازبینی سریال مشخص میشه از اونجایی که پیرمرد بازیکن شماره 1 حساب میشه، مسئول برگزاری از طریق رأی‌گیری معکوس میخواد تصمیم تعیین کننده نهایی درباره لغو یا ادامه مسابقه رو به رئیسش واگذار کنه. اونجایی که برگزار کنندگان مدام روی عادلانه بودن بازی و اهمیت عدم اجبار شرکت کنندگان تاکید میکنن، پس در صورتی که پیرمرد رأی موافق میداد این اصل رو زیر پا میگذاشت و نمیتونست با شونه خالی کردن از مسئولیت کشتار بازی کننده با وجدان پاک از مسابقه لذت ببره. یکی دیگه از این سرنخ‌ها در جریان مرحله تیله بازی تو اپیزود 5 دفن شده. پیرمرد به گیهون میگه همیشه وقتی از سر کار به خونه برمیگشت عادت داشت پشت تیر چراغ برق قایم بشه و یواشکی پسرش رو در حال بازی کردن با دوستاش تماشا کنه. تک دیالوگی که به طور غیر علنی به نقش واقعی پیرمرد به عنوان ناظر ناشناس شرکت کنندگان بازی مرکب اشاره میکنه. قابل ذکره که گرچه ادعی با توجه به حاله سبز کمرنگ اطراف پیرمرد در مقایسه با دیگر بازی کننده ها تو این نما نظریه پردازی کردن که ربات قاتل بازی اول از قبل برای نادیده گرفتن پیرمرد برنامه‌ریزی شده، اما به نظر ما اینطور نمیرسه. نه تنها ربات پیرمرد رو به وضوح مثل بقیه اسکن میکنه، بلکه برتری پیرمرد تو این بازی نسبت به بقیه این نیست که توسط ربات شناسایی نمیشه. برتری پیرمرد اطلاع قبلیش از ماهیت بازی و حفظ بودن زمانبندی آهنگه، چون تو بازی تناب‌کشی هم دستای پیرمرد به تناب قفل میشن و اگه تیمشون سقوط میکرد راهی برای جلوگیری از مرگش نبود. پیرمرد دیر یا زود قراره به خاطر تومور مغزش بمیره و انگیزش از راه اندازی رقابت‌ها، لذت بردن از بازی‌ها و تزریق هیجان به زندگی یک نواختش بوده و این در صورت آسیب پذیر نگه داشتن نسبی خودش در برابر خطرات بازی‌ها امکان پذیره. اما زمین چینی هویت واقعی گردانندگان ناشناس بازی ها درباره شخصیت مرموز فرمانده هم صدق میکنه. در اپیزود 2 که مامور پلیس اتاق برادرش رو چک میکنه میتونیم ببینیم که یکی از کتاب های پرتعداد هنریش به آثار پیکاسو اختصاص داره. پیکاسو یکی از پدیدآورندگان سبک کوبیز بود و اگه به طراحی داخلی دفتر کار و سطح کج و معوج نقاب فرمانده نگاه کنیم میتونیم ببینیم که چگونه علاقمندیش به کوبیز روی خودش و پیرامونش تاثیر گذاشته. اما یکی دیگه از چیزایی که سر از قبل داورش بهمون سرنخ میده نحوه مرگ شخصیت‌های اصلیه. جانگ دوکسو، همون گنگستری که روی صورتش خالکوبی داره، برای فرار از طلبکارانش از بالای پل پایین میپره و اون بعداً با سقوط از پل شیشه‌ای کشته میشه. علی که دستمزد عقب افتادهش رو از صاحبکارش میدزده و باعث آسیب دیدن دست اون لای دستگاه پرس میشه، نه تنها دوتا از انگشتای دست خودش قطع شده، بلکه بعداً به وسیله دزدیده شدن تیله‌هاش توسط سانگبو از ادامه بازی‌ها حذف میشه. سبیو که در اوایل سریال یه مرد رو با چاقو زدن به گردنش تهدید کرده بود، در نهایت با ضربه چاقو به گردنش به شکل مشابهی میمیره. مامور پلیس در حالی بر اثر سقوط از لبه صخره به درون دریا میمیره که خودش قبل‌تر برای سر به نیست کردن جنازه کارگر بازی مرکب اون رو از لبه کشتی به درون دریا انداخته بود. در آغاز سریال سانگ وو در حالی که کت و شلوار پوشیده بود می‌خواست تو وان حموم آپارتمانش خودکشی کنه و دقیقاً همونطور که پیشگویی شده بود کار اون در پایان سریال به خودکشی منتهی میشه. این موضوع درباره مرگ مادر گیهون هم صدق میکنه. گرچه گیهون تنها کسیه که از بازی‌ها جون سالم به در میبره، اما اون تو اپیزود 2 برای جلب اعتماد سبیوک به دروغ میگه که به جون مادرم قسم میخورم اگه دستمو باز کنی کاری باهات نداشته باشم. اون قسمش رو بلافاصله پس از باز شدن دستش میشکنه و در پایین سال در بازگشت به خونه با جنازه مادرش روبرو میشه. در واقع سریال سرشار از این جور قافیه پردازی‌هاست.
اینکه گیهون در صورت شکست تو بازی مقدماتی که تو ایستگاه مترو بازی میکنه سیلیای دردناکی میخوره، سازوکار بازی‌های آینده رو زمینه چینی میکنه. بازیکننده‌ها باید هزینه شکستشون رو با بدنشون پرداخت کنن. آخرین سکانس دو نفره گیهون و پیرمرد، اولین سکانس دو تایشون که گیهون کنار تخت خواب پیرمرد ایستاده رو منعکس میکنه. گیهون در آغاز سریال چترش رو تو خونه همسر سابقش جا میذاره. بعدن اون تو بازی شیرینی شکری میگه دلیلش برای انتخاب شکل چتر اینه که همیشه تو بچگی عادت داشت چترش رو فراموش کنه. در جریان مرحله تیله بازی جی یون و سبیو کم گروه میشن و درباره اینکه کاش میتونستن با هم دیگه از این بازی جون سالم به در ببرن و برای تعطیلات با هم به یه جزیره توریستی برن خیال پردازی میکنن. جنبه کنایه آمیز بیرحمانه گفتگوشون اینه که اونا خبر ندارن محل برگزاری بازی‌ها یه جزیره است و اونا در همون لحظه‌ای که مشغول رویا پردازی هستن آرزوشون یا حداقل نسخه جهنمی و کابوسواری از اون به حقیقت پیوسته. یکی از نمادین ترین عناصر سریال تابوت‌های تزیین شده با روبان‌های صورتی که پرسنل بازی‌ها از اونو برای منتقل کردن و سوزوندن جنازه‌ها استفاده می‌کنن هستن. کارگردان هنری سریال تو مصاحبه گفته که تصمیمشون برای کادو بیچ کردن تابوت‌ها کاملاً آمدانه بوده و به طرز فکر خالق بازی‌ها اشاره می‌کنه که خودش رو در قامت خدایی می‌بینه که به زبون بی‌زبونی می‌خواد به شرکت کنندگان بگه فرصتی که برای مردن در راه تلاش برای زندگی بهتر براتون فراهم کردم هدیه‌ای از من به شماست. طراحی تابوت‌ها اما پیش از آغاز بازی‌ها زمینه چینی میشه. گیهون برای تولد دخترش به طور شانسی هدیه جور میکنه که نه تنها جعبش تداییگر تابوت‌های کاتوپیچ شده بازی‌هاست، بلکه فندک تفنگ شکل داخلش هم ماهیت خشونت‌بار بازی‌ها و سوزاندن کشته شدگان رو پیشگویی میکنه. پیش از آغاز هر بازی موسیقی کلاسیک دانوب آبی اثر یوهان اشتراوس دوم موسیقیدان اتریشی پخش میشه. در سال 1866 جنگی بین امپراتوری اتریش و پادشاهی پروس رخ داد که به جنگ 7 هفته‌ای مشروع و به شکست اتریش منجر شد. روحیه ضعیف مردم با رکود اقتصادی پساجنگ تشدید شده بود. در نتیجه یوهان اشتراوس برای نوشتن یک والتز شاد به منظور بهبود روحیه مردم کشور تشویق و گماشته شد و حالا در سریال هم برگزار کنندگان بازی به طرز طعنه‌آمیزی از این موسیقی برای افزایش روحیه شرکت کنندگان پیش از قتل عامشون استفاده می‌کنن. همچنین استفاده از موسیقی کلاسیک ارجاعی به فیلم‌های استنلی کوبریک به ویژه پرتغال کوکی هم حساب میشه. کوبریک تو این فیلم به وسیله پیوند دادن زیبایی، شکوه و خلوص سمفونی نهم بتهوون با تصاویر بسیار هولناک، خشن و منزجر کننده از این موسیقی به عنوان ابزار شکنجه الکس و تماشاگرانش استفاده میکنه. حالا تو بازی مرکب هم هر وقت دانوب آبی اشتراوس پخش میشه ما و شرکت کنندگان خوب میدونیم که شکنجه های فیزیکی و روانی شدید تازه‌ای انتظارمون رو میکشن و بدر شدن نوت‌های تسلی بخش این موسیقی به پیشرویان خشونت و مرگ به تناقض از مریضی که مو به تنمون سیخ میکنه منجر میشه. اما جدا از گوش دادن به موسیقی، یکی دیگه از کارهایی که شرکت کننده ها پیش از آغاز هر مرحله انجام میدن بالا رفتن از راه پله های درهم پیچیده کارتونی و رنگارنگه که تداییگر آثار موریس اشر هنرمند هلندیه. نقاشی های اشر که تصویرگر راه پله های غیر ممکن، سرگی جاور و بی انتها هستند، سمبل یک نواختی ملالاور زندگی، سگدو زدن های بیهوده و گرفتار شدن در چرخه تکرار شونده یا صعود کردن به سوی پوچی هستند. حالا در سریال هم گرچه این راه پله ها توهم پیشرفت و ترقی رو به بازیکننده ها القا می کنند، اما واژه کلیدی در اینجا توهمه، چرا که در نهایت اکثرشون در همون شرایط فلک زده که بازی رو شروع کرده بودند مرگ وحشتناکی رو تجربه می کنند. اما بذارید این ویدیو رو با یکی از تئوری‌های کنجکاوی برانگیز سریال تموم کنیم. طرفدارا متوجه شدن در طول سریال مدارک قابل توجهی پراکنده شدن که به یه نتیجه اشاره می‌کنن. احتمالاً ایلنام در حرکت دارث ویدر گونه‌ای پدر گیهونه. سرنخ اول رو تو اپیزود اول پیدا می‌کنیم. وقتی گیهون کارت بانکی مادرش رو می‌دوزه می‌تونیم ببینیم که اسم مادرش او مالسونه. به عبارت دیگه اسم خانوادگی مادر گیهون با اسم خانوادگی او ایلنام پیرمرد مؤسس بازی مرکب یکسانه. طرفداران حدس می‌زنن گرچه او مالسون نام خانوادگی شوهرش رو همچنان نگه داشته اما گیهون به دلایل نامعلومی شاید احساس خشم شد پدری که اونا رو ترک کرده تصمیم گرفته در عوض از نام خانوادگی مادرش استفاده کنه. سرنخ بعدی اینه که احتمالاً تاریخ تولد پسر پیرمرد و گیهون یکسانه. تو صحنه که گیهون سعی می‌کنه بی اجازه از حساب مادرش پول برداشت کنه، اون در ابتدا تاریخ تولد خودش رو به عنوان پسورد کارت مادرش وارد می‌کنه. اینجا متوجه می‌شیم که تاریخ تولد گیهون 26 آوریله. بعداً در جریان مرحله تیره‌بازی پیرمرد که در افکار خودش غرق شده از گیهون می‌پرسه که امروز چندمه و سپس بدون اینکه منتظر جواب بمونه ادامه میده اگه امروز 24 باشه تولد پسرم نزدیکه، باید یه کادوی چیزی براش بخرم. این تک دیالوگ میتونه به تاریخ تولد یکسان پسر پیرمرد و گیهون اشاره کنه.
همچنین در آغاز مرحله تیله‌بازی وقتی پیرمرد از شباهت محله مسکونی بازسازی شده با محل زندگی سابق خودش ابراز شگفتی میکنه، گیهون باهاش موافقت میکنه و میگه آره منم همینطور، کوچه هامون دقیقاً این شکلی بود. صحنه خیلی تو اپیزود سوم یافت میشه. تو صحنه بازیکننده‌ها برای دریافت غذاشون سخت میکشن، گیهون بی‌توجه به وقامت اوضاع از نگهبان درخواست شیر کاکائو میکنه و ادعا میکنه من شیر معمولی نمیخورم، وقتی بچه بودم به سختی هضمش میکردم. کمی بعد پیرمرد که درخواست گیهون رو شنیده بود بهش میگه شرط میبندم بچه بودی خیلی از والدینت کتک میخورد. گیهون به نشانه موافقت میپرسه از کجا میدونی و پیرمرد هم جواب میده پسر منم خیلی کتک میخورد، اونم دقیقا مثل تو بود. یکی دیگه از تشابهات گیهون و پیرمرد رو تو آخرین لحظات اپیزود فینال میبینیم. گرچه گیهون در شرف سوار شدن به هواپیما و سفر به آمریکا برای دیدن دخترش، اما در بین راه با هدف تلاش برای سرنگونی تشکیلات بازی مرکب از دیدن دخترش صرف نظر میکنه و برمیگرده. اگه این تئوری رو قبول کنیم که پیرمرد هم خانواده‌اش رو با هدف تأسیس بازی مرکب ترک کرده بوده، بالاخره هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش در لحظه مرگش کنارش نیستن، اون وقت تصمیم گیهون برای نیمه کار گذاشتن سفرش به آمریکا منعکس کننده تصمیم پدر احتمالیش خواهد بود. همچنین هر دوی گیهون و پیرمرد قماربازها و ریسک پذیرهای حریصی هستند که یکی روی اسبا و دیگری روی انسانها شرط بندی میکنه. این موضوع جدا از اشتراکات شخصیتیشون میتونه به این نکته اشاره کنه که گیهون این خصوصیات رو از پدرش به ارث برده. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه نکته دیگه بود که ما جا انداختیم لطفا تو کامنت ها با در میون بذارین. یادتون نره کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. بالا رفتن از راه پله های درهم پیچیده کارتونی و رنگارنگی که تداعیگر آثار موریس اشر تداعیگر آراثه بالا رفتن از راه پله های درهم پیچیده کارتونی و رنگارنگی که تداعیگر آثار لطفا یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب رو توی کانال یوتیوب رو توی یوتیوب کانال یوتیوب آپارات سابسکرایب کنید. خنده های سرگوب شده تو نمیتونم حس کنم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید کنید کانال یوتیوب رو سابسکرایب و اون سابسکرایب کنید و اون کنشو بزنید. لطفا یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کانال کامنت ها با ما در میون بذارین، کانال کانال یوتیوب. اگه نکته دیگه ای بود که ما تو این ویدیو چرا فلج میشم چیزی. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه نکته دیگه ای بود ای بابا